Yeah. <laughs> you سلام خوش آمدید به دیدبان فرناز غازی زاده هستم این هفته در مرور روزنامه ها مسعود بهنود نگاهی خواهد کرد به باستاب اعتراضات کارگری در روزنامه ها و همینطور جواب به ادعاهای نتانیاهو و تناقض که در روزهای هفته اتفاق افتاد روز کارگر روز معلم روز خلیج فارس و روز آزادی مطبوعات که خبر خوشی بر برای سلام های بهنود به درستی اشاره کردید هفته مناسبت ها بود هر روز یک مناسبت بود و بعضی از مناسبت ها به نظر می آمد که باستاب کافی رو دست کم در مطبوعات نداشت بله بعضی خب مثل همیشه همیشه اینطوری بوده که بیشتر تشریفات است این نامگذاری ها دیگه ولی امسال یه فرقی هم داشت همینطور که شما اشاره کردید و اون اینکه روز آزادی مطبوعات جهانی که مصادف شد به اینکه هم آقای رحمانیان رو برده بودن به دادگاه اونم از تهران به مشهد و بعد میگه با پابند زدن بهمون به جلیس به دادگاهی که با وسیقه هم قرار شما آزاد کن چون معلوم بود که کاری بیشتر از این هم صورت نمیگیره ولی این فقط میشه گفت قدرت نمایی استانی است در همین زمان میر اسماعیلی هم باز دوباره به اتحامی مربوط به مشهد و معلوم میشه صحبت که در مورد امام رضا کرده بودم بله با یا روحانیون اصولگرا بسته هم. بعد اینها همه نشونه هایی داره داره برای اینکه دست کم مثلا آزادی مطبوعات و اینا در خراسان اینا نرفته خبرش نرسیده برد. معلمین هم هم این اعتراض دارن در مورد این کارگرها هم و حال در وضعیتی نیستن که بتونیم بگیم کارگرها اعتراضشون خب ظرف چند ماه گذشته دائما بوده میشه گفت چند سال گذشته و بعد این اعتراض اخیر در روز کارگر اعتراضشون این بود که آقا چرا به ما اجازه تظاهرات سرسری نمیدید و برای این تجمع کردن که تجمع هم باش گفته شد که برخورد شده تنشایی بوده در مورد معلمان جالب هست که خیلی خیلی موردی بود و خیلی کم نسبت به سال‌های گذشته که اتفاقا سوالی بود که چه شده که معلم ها کمتر حضور اعتراضی به این شکل دارند و بعضی از کارشناس ها به ما گفتند که به دلیل برخورد امنیتی که با قضیه شده به شدت برخورد شده بنابراین طبیعتا معلم ها نگرانی های اینطوری هم دارند بذارید شهروند رو ببینیم شروع کنیم با قضیه تلگرام هم یادمون نره تلگرام بله. این هفته به حال دیگه فیلتر شد و گرچه هنوز هم به نظر میاد که در بعضی از ساعات در بعضی از جاها بعضی ها دسترسی دارند اما به نظر میرسه بین علمای حرفه دعواس به قول شمس الوازین چرا به خاطر اینکه بعضی معتقدن اصولا بستنی نیست کلا گاهی اوقات هم که شما گفتین گاهی اوقات هم احساس میکنه هستن گای نیستن گای دانلود خوب نمیشه گاهی میشه به حال مشغول دست فعلا ما رو که تو این گروه خانوادگیم هر روز حاضر قایم میکنیم امروز قطین یا وصلین یه سه نفر میگن ما وصلیم دو نفر میگن مثلا ما دیرتر دیدیم بعضیا مثلا جواب نمیدم معلوم میشه که به هر حال یکی از مهمترین حرفایی که همین شماره شرمند که دارین نگاه میکنین سرمقالش در همین بار است من برداشتم دست کم این بود که اینو منظورشون این هستش که آقا شما میگید بیایید برین پرمیسان داخلی عین این که به مردم تجویز میکردید که تلویزیون داخلی تماشا کنید و اگر این اون چیزهایی ای که مردم میخوان رو بهشون نده در نهایت میرن مردم میرن سراغ امکاناتی نمی... که هست نمیشه مشکل جای دیگه است و حالا هم مجوز دادیم به همون جایی که مشکل هستش یه هم آقای اسخرزاده نوشته بود در همین صفحه سعید در... داده بله اسم اجتماع قاتل اشاره است به قتل کودکان و اینکه بله. این چی میشه که قتل به این شکل... آمار اینقدر بالا میره بله به, اش... به طور مشخص اشاره کرده به قتل دختر بچه پنج ساله و یه پسر بچه ده ساله همینطوره بعد ایزه بدیم بریم بعدی بعدی رو ببینیم جوان رو که در این هفته جوان چند تا مقاله مشخص است به هر حال اون صحبت که آقای نتانیاهو کرد جوان بیشتر از همه بهش واکنششون داد ولی یا جوان به حال روزنامه نزدیک سوا پاسدارانه و الان این شماره که داریم میبینین رفته است به جایی که با آقای روحانی جای شوخی هم داره چون آقای روحانی یه روزی در همین هفته گفتش که به وزرای خودش گفتش که شجاع باشید و حرف بزنید که بله نمیشه چرا که حرف نمیزنید نمیزن اینا بعد یه روز دیگه هم گفتش که این نوای نومیدی از ام. بعضی یعنی تقسیم بندی که گفت بخشی از وزرا خیلی نومیدن بعضی هم خوب هم کار بعضی میکنن بعضی آره میان تر آه. میدن اگه و این موضوع هم. خیلی بحث مورد بحث قرار گرفت من به شوخی معتقدم به شوخی جدی معتقدم که این دوتا با هم یه تناقضایی هم چرا میگم اینو به خاطر اینکه ا... ایشون اونجایی که گفتش که شجاع باشین خب ما شجاع رو میتونیم نشونگیری کنیم بگیم مثلا آقای آخوندی شجاع یک آقای زنگنه شجاع دو اینا رو میشناسیم دیگه بخاطر اینا حرف زدن گفتن چه بساتیه بعد موقعی که میرسیم به ناامیدی انگار از همینا انتقاد میکنیم یعنی میگین که چرا گفتی که نه نفت شجاع چند روز قبل از ناامیدی بود احتمالا اول گفتن که شجاع باشید بعد اینا گفتن حرفش نگفتن آقا شوخی میکنی دا به <applause> مقاله آقای گنجی رو هم شما... بله این... جالب هست برای اینکه به هر حال روزنامه روزنامه سپاه پاسداران هست و... در, در واقع در این مقاله میگه که... ما دیگه از یک مرحله گذر کردیم و دولت باید بشه... دولت شرایط بحران و این دولت هم در این حال مرد آره کار نیست این دولت این کاره. ام اما سازندگی... زندگی. سازندگی با این طرح صفحه یک که به هر حال جاست این... نصفش اینجا افتاده تمامش نشون میدیم صحبت های آقای همون ماجرایی که الان بهش اشاره او... کردید ناامیدیه بله روحانی چرا ناامیدی بعد دونه دونه اشاره میکنه که آقای نوبر میگه بودجه می کمه آقای جنگی هم میگه آقای ناامید ناامید ما داریم با کت خود من چی حل بریم سراغ مردم سالاری و این به نظر میومد که یک طرح و برنامه‌ای بود برای در واقع نشون دادن توجه بیشتر به کالاهای داخلی دیگه <applause> من قرار شد همیشه اینجا کفش تو بیشتر روزنامه ها... آقای روحانی هم رفت تبریز کفش ایرانی باید بله. در جهان بعد بله چند تا حاشیه این دیدار پیدا کرد اولا که بعضی از این صاحبان کالا کار با کردن از جمله اینکه یک روغن رو دیدم که یه روغن مایه رو که یه عکسی گذاشته بود که دست آقای نشون میداد که گرفته اینو ولی فقط دستشون بله تو روزنامه چاپ شده بود آره. آره بعد این خب دیگه به اصطلاح بچه تبلیغی داشت اما تو حواشی که منعکس شد معلوم شدش که وقتی که به دیدار این بخش لوس را و چیزایی به کریستال کریستال اونجا تشویق کردن ولی اون مسئول غرفه توضیح داده است که ولی آستان قدس رضوی از چکسلواکی وارد میکنه اما نمیخره بسیار خب بریم سراغ کارتونا روزنامه ها تمام شد کارتون یک از کیوان زرگری و این اشاره به روز کارگر رو از دارن کارگر رو از بله. دیده کیوان زرگری صنایع با کلن بله. به نظر میاد که از بنابراین او هم کشیده که دارن در, در روز کارگر دارن به حلقه حلقه گلی که برای مرده میبرن دارن میبرن برای کارخونه یعنی کارخونه از دست رفته کارگره دارن ازاداری میکنن بله و بعدی رو ببینیم کاری هست از افشین سبوکی روز خلیج فارس روز خلیج فارس بود چون ایران رو در هیئت کوروش تجسم کرده بعد هانی انصاری رو داریم با این چی آقای سال روز و روز رادیو بود دو تو تو روزای این هفته یه نوستالژی هم تو این کارتون هانی انصاری هست بخاطر نه نه. این که وقتی که میره به تولد رادیو انگار به یاد میاره که گل بود و سبز بود و فلان و اون رادیو اونجوریا و رادیو, خوبه, خوبه. رادیو واقعا به واقع. نظر من رسانه برتر و این هم کاری هست شعر معروف آقای صابری است که خنده رو هر که نیست از ما نیست اخم در چنته گل این یادی از شاغلام و اونم و... البته میگه میزنم تا زنده هستم حرف حق میگه گرچه دندانم لق شده ولی حرف حق آره میگه یک دهان داریم و دو دندان لق میزنم تا زنده هستم حرف حق, حق. بله این شو... ترابط نیکی سرات نیکی به نظر نمیسه سنش به اون مقابل گل آقا اینا رسیده باشه ولی خوبه که تنز و کارتونیستا نگه میدارن یاد گلاب طبیعتاً بله واقعا یادشون بخیر بله واقعاً واقعا بریم سراغ برگزیده ها روزنامه جوان این آقای بهنود اشارتون به چی؟ این خیلی قدیمیه از 21 اسفند 96 یعنی بوده را... دو ماه پیش نزدیک دو ماه پیش این مطلب است که نوشته بود اتفاقا ما در برسی مطبوعات نقل کرده بودیم در رادیو آقای فورصفا نوشته بود توش یک سابقه ای می میده از به یک خلاصه از این برنامه موشکی و این صحبت از این میکنه که یک لپتاپ این وسط ها گم شد که بعضی اینو گفتن بعضی اونو گفتن بعضی اونو گفتن و سال 2003-2004 اینا و که میده همه تو 2003 و 2004 و ایناست ولی به نظرم اون نکته ای که توش مهمه و به این دلیل داریم ازش به عنوان یک برگزیده صحبت میکنیم این که او میگه که نکته هم زیاد داره و چه و چه و اینا اما مهمترین بخش از این اسناد یعنی اسنادی که دست اومده به برنامه های موشکی ایران مربوط میشه و اون هم برنامه آماد هست به. حالا این برای اولین بار اسم آماد اومد بنابر اطلاعاتی که از این برنامه منتشر شده ایران یه برنامه داره به اسم آماد یه کسی هم فخرزاده به اسم محسن فخری زاده رئیسشه در این حال گفته باشم این کشف رو که ما الان به عنوان برگزیده داریم دا میزنیم کشف حسین باستانی است بله طبق معمول اون جستجو میکنه اینا رو به من یادآوری کرد که این در روزنامه 23 کسان ولی جالبش اینه این مطلبی که او میگه و انتهاش هم پیش بینی میکنه که این از جمله چیزهایی است که در آینده برای ما به سوژه خواهند کرد و دولت خوبه که از حالا آمادش باشه به حال نشون میده که روزنامه جوان دو ماه پیش میدونسته حالا اینکه اینو صحب بدونیم انتشارش رو یا یه نوع هشدار بدونیم یا اطلاعاتی داشتن بدونیم. جالب هست حال ولی قضیه جالب آره. برای من این بود که بسیاری از اطلاعات این منطبق هست به اطلاعاتی که آقای نتانیاهو چند روز پیش منتشر کرد یعنی حالا دقیقا به نظر میاد یعنی که یعنی اونجاست که اصلا مسئله رو بایم. چون آخرش می نویسه میشه حد زد در دور جدید فشارها هم به این اسناد به عنوان سابقه ای از تلاش ایران برای تجهیز موشک های بالستیک به کلاهک اتمی استناد خواهد شد. بسیار خب بریم این عکس رو ببینیم عکسی از حضور خانم ها در ورزشگاه به نظرم و... خیلی مهمه یعنی این خانم ها که یواشکی میرفتن و می گرفتنشون رو... یکیشون میرفت تو فلا اینا الان دیگه نه با کمک برادرا و حالا دیگه اینقدر بزرگ نیستن که بگیم شوهرها نه بیشتر به کمک برادرها و پدرها دیگه میرن دست جمعی اون تو و بعد هم جلو دروی میشن عکس میگیرن بعضیشون هم خیلی ریش و اینا لازم نمیدونن بذارم بله بله به حال جالب پس این هفته قضیه نساجی مازندران هم بود که جالب بود بله. برای من اعتراض اعضای تیم فوتبالیستای نساجی که گفتن که الله. ما میریم بیرون شادی میکنیم که بله. خانوما هم باشن شرق و این مقاله در مورد مومیایی دو تا مقاله تو شرق در هفته گذشته درباره مومیایی چاپ شد یکی مقاله است که خدای غلامی سردبیر نوشت و توش اشاره کرد به اینکه چه جوری فضا می شود که در این فضای مرتبه یه همچین حادثه اتفاق میفته حالا قبل از اینکه مومیایی پیدا شه که اسمش اومد تو تظاهرات دیما و اونجا دیدگاه سیاسی اما مقاله مومیایی افسانه و واقعیت آقای دکتر زمانی این مقاله خیلی جالبی است از یه زاویه دیگه است اصلا 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 نگاهش یه جور دیگه است آقای دکتر بابک زمانی محضرتون رئیس انجمن سکته مغزیه بله پزشکندیشون میگه اون چی که از زیر خاک بیرون اومد در حقیقت یه پیامی است از اون پدرای ما که لباس خوشگله و کراوات اینا رو میزدن و میرفتن تو عکس‌ها داریم هممون هم تو خونه‌شون و اینا همه به حساب رضا شاه گذشته میشه گرچه خب اون نبوده نبود الیت باش بودن پیکر رزاشا از زیر خاک مثل یکی از وقایع سورئال داستانا زد دیمان. این که واقعا راسته واقعا مرشد مارگاریتا رو اسم بله. میبره بله. میگه انگار که مرشد مارگریتا پایان بله. مرشد مارگاریتا یتونه بعد بالاخره میگه الانو که بیل به چیز خورده جنازه پیدا شده که حتی پرونده جنایی هم لازم نداره خلاص اما باید پاسخ داد که این موجه از کجا اومده این بخشی که داره از شخ زدن زمین به یه آگاهی میرسه کجا بود خیلی مقاله خوبی است دو تا مقاله خوب بود که هر دو تا هم تو شرق بود بله و بریم سراغ بعدی جام جم و ده شستی ها. در هفته گذشته آقای پور محمدی و یک ساله رو از ریاست شبکه سه شبکه سه شبکه مهمی است شبکه جوانه برداشتن و ایشون رو بدون اینکه هیچ نوع سابقه ای تو کار مدیریت داشته باشه ریاست شبکه سه گذاشتن از اون پس ظاهرا جام جم شاید خودش هم مثلا یه جوری برای انتقادات آماده کرده ای گزارش های اینطوری درست میکنه الان کرده به صلاح تیتریه که جام جم دیگه مهم. نوبت دهه ۶ هاست بعد عکس های جهرامی هم گذاشته من فکر میکنم اگر میخواست خیلی درست نگاه کنه از کسایی که جذب شدن تو دولت باید کاوه مدنی را میذاشت بعد ما اون وقت حرف اون هم روشندتر بود اون یکی روی که فراری دادین ایشون هم لبه استعفاست فقط مونده همه بهانه فقط سر آقای فروغی سالت خیلی اینکه بقیه این که هم یکی دو تاشون ده, ده بل اون دن... تو بله. اون بله میگه که آقای غفوری متولد پنجا و بله ولی دلش جوونه ولی داره در شخصی به حساب می‌کنی ما بیان که جنس کامل چه بس خوب هفته نامه تجارت فردا که از موفق‌ترین نشریات اولا مرتب منتشر شدن هفته نامه ای است که الان دیگه شماره های 266 شه 266 شماره مرتب هفتگی دادن خوب خیلی بعید است و خیلی نشریه مستقل خوبی هم حالا این دفعه گزارش اصلیش زمانه اسرته چنان که می‌بینید میگه چرا کارآفرینان احساس نامیدی میکنن بله تا شما اون جمله رو از روی اون تکستتون ببینید میبینید یا ریزه میگه زمانه هر روز بر فعالان بخش خصوصی سختتر میگیرد افزایش ریسک های سیاسی تهدیدهای بین‌المللی و تغییر ناگهانی سیاست ها، امکان تصمیم‌گیری و برنامه ریزی را از آنها سلب کرده و امیدشان را نشانه رفته اقتصاد ایران در چند دهه اخیر دوره‌های سخت بیشماری را پشت سر گذاشته اما به نظر میرسد جنس نگرانی این روزها متفاوت از گذشته است سیاستگزار چگونه میتواند فعالان اقتصادی را به عبور از این مرحله امیدوار کنند باز همون بحث امید میاد وسط بله دیگه این حالا چند تا چیز جالب اینجا خوندیم دیگه که مقاله دکتر قرنجاد بود بله آقای معتقد است که اصولا وقتی در این سالهای طولانی ما دولت نرخ پول رو کمک کرده بهش بالا برده یعنی به طور مصنوعی بالا برده از جیبش گذاشته روی ریال ریال رو بنابراین پول دلار رو پایین دلار رو آورده پایین این به طور مصنوعی این کار کرده است همیشه که نمیشه این پول رو داد یه موقع پول نداری بدی مثل الان میشه بنابراین ایشون معتقد است که این اعتیاده اعتیاد غلطی است و در نتیجه نشونی های غلط میده به اقتصاد و برمیگردن به اون حرف همیشه کهشون دکتر غنی معمولاً تکرار میشه و معمولا هم گوش نمیشه بله و اونکه این, این کارا به صورت پایه‌ای باید درست شه و موردی و دستوری نه و چیز دیگه که اشاره کردم همین قضیه که اتفاقا این هفته هم گفته شد که آقا خیلی بیش از حد مردم میرن سفر و بعد سفر خارجی و بعد آقای غنی میگه خب بابا جان وقتی که شما شیوه ای که در مورد برخوردتون با دلار بوده این هستش که ریال رو قوی نگه داشتید به طور مصنوعی طبیعتا خیلی ها براشون هنوز امکان سفر خارجی بوده و می‌ارزیده که برن سفر خارجی و برای همین میرفتن یعنی اینا همه علت و معلول اقدامات خود شماست ف... چند تا مطلب غیر اقتصادی هم توش خونده از جمله جواد ایدریان یک گزارش نوشته زیر سایه جنجال این بحث کرده که این مجلس چه اتفاقی توش افتاده که انقدر شنگوله یهو میکروفون باز میمونه توشی کسی راجع به دختر خوشگلا حرف میزنه و مجلس فعلی مجلس فعلی گرچه که آقای پزشکیان به عنوان نایب رئیس مجلس گفتن که این شیطنته البته بیشتر از این حرفی نزدن ولی ظاهرا جای این گذاشتن که بگن که مثلا این درست نیست به حال اون نواره منتشر شده که به حال یکی از نمانده که هنوز هم نمیدونیم کی هست یه اسمی میان اومد ولی تکسیب شد یکی از نمانده این حرف رو میزنه حالا ممکنه به یه معنی دیگه گفته باشه یا هرچی به حال از این استفاده میکنه میگه آیا ادبیات کوچو بازاری اومده تو نهادهای تصمیم ساز حاکم شده ای آقا الان دیگه موقع سواله حالا سال پونزه سال حاکم شده آره بعد <applause> حالا میگه این که این هی به ترتیب جلو میره درسته در دنیا داریم مجالسی که توش دعوای فیزیکی هم میشه بله ولی آیا این نهادها که نهادهای مهمی هم هستن قرار رأس مملکت باشه با این زبان با این میزان تخصص با این گفتگوها خواهد گذشت زیر سایه این چی میشه بعد میرسه به مصاحبه ای درباره به اصطلاح شأن پارلمان با آقای فر... صفای فراهانی فراهانی اونجا خیلی توضیح خیلی مهمی میده میگه که این انتخابات که برگزار میشه بیشتر فردیه یعنی یه فردی میاد یا یه لیستی میاد بالاخره اینا میرن توی مجلس بدون اینکه شناسه در حالی که در دنیا دموکراسی ها انتخابات داره میره رو پای های جامعه مدنی بله, بله. یعنی جامعه مدنی میاد شکل میگیره و ابزار خودشو به کار میگیره تبدیل به گروه فشار میشه بعد میره تو احساب و در نتیجه این اتفاق نمیفته که نماینده بره تو مجلس که چیزی خبر نداره <applause> یا نماینده بره تو مجلس که خیلی حرفای راسیستی میزنه <applause> یا مثلا حرفای قومیتی میزنه یا جنسیت زده است و از این قبیل بسیار خوب بخارا رو هم ببینیم آقای بهنود یاد حسین گلگلاب و بله آقای دکتر گلگلاب عزیز میدونید که آقای دکتر گلگلاب که همه ایشون رو به یاد میارن به خاطر ای, ای ایران سرود ای, ای ایرانه که یاد همه نگه میداره ولی ایشون اصل تخصصشون تو گیاه شناسی بود اصولا دکتر که بهشون میگیم به خاطر اینکه استاد گیاه شناسی دانشگاه بودن و از استادای برجسته این رشته بل. بودن و همین جهت هم حالا این شماره که دکتر گلگلاب با گذاشته چند نفر حرف میزنه از جمله اینکه وسط این حرف های ما میفهمیم که آقای فانی هم دانشگاه گیاه شناسی بوده من من بنابراین فقط آقای دکتر گلگلاب نیستش که ایشون هم شاگرد دکتر بوده اونجا و سایه اقتصادی نیا سایه خانم نویسند و قصه نویس خوب یک صفحاتی داره در بخارا که به نظرم این سه بوم چار و این که میخونیم این دفعه در حقیقت به شما ها یک مطلق ایشون گفته به بنده؟ نه حالا مجموعا حالا شما به خصوص نمیگم دور دری در آتش بی بی سی ای بی بی سی آتش افروخته از کلمات دری رو از فارسی جدا کردن هیچ مبنای علمی نداره. بسیار خوب. حالا این داستانش که خب دو, دو, ماه پیش بود و حرف زدیم و گفتگو شد و, و اینا دعوایش شد. از یک خانم مثل خانم سایه اقتصادی نیا که خیلی فهمیده است، نصر خیلی خوبی داره، قصه خوبی ازش خوندیم، با این شروعی که من خوندم انتظار نداره که جمله بعدی این باشه که جز برنامه سیاسی پلیدی برای تکه, تکه کردن پیکر مادرمان ما نیست مادر سرزمین زبان فارسی زبان بله به بل حال این بخشی که مال آقای دکتر گلگلابه عکسای خیلی خوبی بعد هما خانم گلگلاب دختری ایشون صحبت میکنه بعد دیگران خود دهباشچی و در نتیجه شماره خیلی خوبی است جهت شناسایی های دکتر گلپلا بسیار خوب خوب سیاه مشق رو هم ببینیم با عکس دک... آقای نجف و دریا بندری روی جلد بله آقای دریا که خوب بذاره به حالشون هم خوب نیست آقای دریا بندلی و به همین جهت هم این مجموعه ای رو که از سیر تا پیاز هست پرونده است دیگه در است و کتاب شناسی ایشونو داده یه مقاله خیلی خوبی آقای صفی کتکنی نوشته با عنوان با خنده های بلند و بله این درست درست من به یه هم نوشتم خودم درست تصویری است که از ایشون اولا که آقای دریمندری رو از موقعی که مویادمونه شاملو سایدی بقیه صدا میکردن امون نجف ما هم جسارت میکردیم با همین نام صداشو میکردیم این ماجرایی که میگم قبل از این است که حتی ایشون با فهیم خانم ازدواج کنن که خب فهیم خانم راستگار برای همه ماها چهره هم با صدای استثنایی هم اصولا فرهنگی و و جسور بودنش که بعدم که این زوای صورت گرفت و دیگه دیگه خب دیگه مجموعه شد منزل ایشون در موقعی که خوشه بودیم سال 45 46 شاملو شد و سردبیر خوشه یک جلسات هفتگی برگزار میشد که همون نجف اصل قضیه بود سایدی بود عرض کنم و چند نفر دیگه از آدم های همون اندازه ها و بزرگان قوم ما دیگه در صف نهال بودیم چیزی که از اون اتاق جلسات میومد بیرون لازم نبود ما توش باشیم این خنده های مخصوص آی دربندری بود که بقیه رو میخون یه سریالی شروع کردن اون موقع نوشتن که شاملو اسمش داده بود سقوط کمابیش همه امه. این همون چیزی است که بعدا کتابی شد با عنوان به عبارت دیگر و ویلکاپی اسم امه. گذاشتن هنوز پنجاه سال ما سرین این اسم ویلکاپی که آیا ویلکاپی وجود داره یا خود آیا دریامندری ویلکاپیه هنوز دعوا داریم هنوز هم ایشون فاش نکرده تو این شماره چیز خیلی خوبی که سیامش پیدا کرده یک مقدمه است که برای اولین بار دلشاب میکنه مقدمه است که به کتاب دیریتیوم نوشته شده و بلد. این توی پرونده برای اولین بار آقا سهراب این رو داده است به مجله بلد. و اونجا یه سهراب چیز... پسر آقای دریا فرزندیشون که اونجا یه چیز مهم فاش میشه و اون اینه که اصولا آقای دریا بندری خیلی علاقمند بوده که این کتاب دیوید منتشر شده به دلایل متعدد با نقل قولی از بهتون راسل و بعد اما نشده به دلیل اینکه کتاب مستطاب آشپزی پیش اومده بله و اون کتاب به جای اینکه یه سال بشه سه سال طول کشیده در نتیجه این عقب افتاده بریم سراغ نکته آخر و اولا این رو ببینیم به مناسبت روز آزادی مطبوعات و این قضیه گیوتین که به هر حال بسیار آزادی بیان دیگه شده این به آزادی بیان رفته زیر گیوتین بله اون،, اون علامت به نظر من شبیه این علامت حرف زدن, حرف هست بیان بله, بله بیان. رفته زیر تیق بله بسیار خوب این از سوشیان شجای فرم یه چیزی بخونیم بخونیم به نوشته برای در من عزیز من شنود عزیز اگه مشکلتون موضوع امنیتی پیام رسان خارجی است همون بهتر که کسی عضو نشه بله خلوت شما فرض کن ضد انقلاب از تلگرام برود به یکی از این پیام رسان های بومی بله مثلا فرض کن کانال با بردر صدام تا 1400 <applause> بعد که از جنازه کاشف مومیایی رضا شاه رو نمایش شد ازش میشه 1450 تا بعد که لینک احمدی پور مخبر و الیناز شاکر دوست رو گذاشت میشه <applause> 1750 تا بعد یهو این وسط بن سلمان و بردرزن صدام میگن ایبل بریم ایران رو تحریک کنیم یه پیام میدن و دیگه تمام و یواش یواش این خدمات چه گسترش میده مثلا بردار زن صدام پیغام میذاره که فوری فوری مردم جلوی صدا سیما جمع بشین سقوط حتمیه و این هم تو بالا میگیره یعنی تیراش میاره بالا و مردم ایران بریزین تو خیابون هر مسئول یه کامیون طلا داره میبره و کامنت های مردم در اینستاگرام هم بالا میره کاکو هوای بهش نمیذاره قیام <applause> کنیم صبر کن تا خرداد پر حادثه و از این قبیل خلاص خیلی بچکم آقای بهنور این تنز بود از اه سوشیانس فر و ما مثل همیشه از شما میخواییم که نظراتتون رو به ما در میون بگذارید برنامه های تلویزیون، رادیو یا وطالب وبسایت هر کدوم که در موردشون نظری دارید میتونید یا به ما تویت کنید at bbc دیدبان یا به ما ایمیل بزنید دیدبان at میدونم که ممکن هست هنوز به تلگرام دسترسی داشته باشید اگر دسترسی دارید شناسه at bbc شما و هشتگ دیدبان برای تماس با ماست ممنون که با ما همراه هستید از طرف خودم و آقای بهنود هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شب روزتون خوش